سلام و خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 6 از شبکه جهانی خورشید خوش آمدید. امروز پنجشنبه دوم عقرب سال 1398 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 24 اکتبر سال 2019 میلادی. در نخست سرخط چند خبر مهم. گمان زنی ها مبنی بر توافق دوباره تیم های پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری. واکنش ها در مورد استعفای سرپرست پیشین وزارت امور خارجه. ترور فرمانده پلیس بادغیس در کابل. انتقاد باشندگان کابل از پرچاوی های برق در پایتخت. و منصوب شدن فیصل بن فرهان به حیث وزیر خارجه تازه عربستان سعودی. مشروع خبرها. پیش از شاش امروز شریف الله چمتو فرمانده پلیس بادغیز در یک حمله مسلحانه در شهر کابل جان باخت. سخنگوی وزارت امور داخله می گوید که آقای چمتو نزدیک ساعت 12:45 دقیقه پس از شاش امروز در ساحه هدای غزنی در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل کشته شده است. نصرت رحیمی افزود که در این رویداد یک نگهبان آقای چمتو نیز زخمی شده است. طالبان با نشر خبرنامه مسئولیت انجام این رویداد را بر عهده گرفتند. فرمانده پلیس بادغیز در حال در شهر کابل از سوی جنگجویان گروه طالبان کشته می شود که حدود دو هفته پیش راز محمد وزیری ولسوالی جغتوی ولایت میدان وردک نیز از سوی طالبان در کابل کشته شده بود. ایجاد حکومت دو سره پذیرفتنی نیست و باید کمیسیون مستقل انتخابات نامزد برنده را اعلام کند. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگوید که گمان زنی هایی وجود دارد که دو دسته انتخاباتی حاکم در قدرت در مورد ایجاد حکومت دو سره توافق کردند. موردی که به باور آنان کشور با دیگر بار دیگر به بحران خواهد رفت. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امروز در نشست خبری در کابل از گمان زنی ها مبنی بر ایجاد حکومت دو سره سخن زده و خاموشی برخی از کشورها در مورد انتخابات ریاست جمهوری و موقف ناروشن یونما در این مورد را انتقاد می کنند. کشورهایی هستند که سکوت اختیار کردند. اینا در واقع تعدادش تلاش می کنند که سناریوی 2014 را تکرار کنند. سناریویی که دیگه قابل قبول مردم افغانستان نیست. دیگه مردم افغانستان حکومتی دو سره را پذیرفتنی نیست. از کمیسیون های محترم خواهش میکنیم که برنده واقعی انتخابات را با جرأت و قاطعیت اعلان بکنه. اعضای این شورا شکستن قلف دروازه مرکز دیجیتالی از سوی نیروهای ویژه پلیس را پرسش برانگیز دانسته و تاکید می‌ورزند که هکران با پلیس از بهر دستکاری نتایج انتخابات ریاست جمهوری داخل مرکز دیجیتالی کمیسیون مستقل انتخابات شده و نتایج را دستکاری کردند. مون یقین لرو سپدوی که هکران داخل و شامل و دا هکران پر سیستم که لاس وحلی او تیار نتایج جو کرد. اما کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد میگوید بخشی که در اونجا مواد حساس جابجا شده بود هیچ جاسوسی به اون نرسیده. اگر اسناد و شواهد دارن بسیار خوب است که او را مستند را ارائه بکنن تا اینکه مثلا ذهنیت عامه را مخشوش بسازه. افزون بر این شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باطل شدن صدها هزار رای بدون بایومتریک را پرسش برانگیز دانسته و از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد که تقلب کاران را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم از سمت خود استعفا کرده است. هرچند تا هنوز دلیل استعفای بانو نهان روشن نیست، اما سخنگوی این وزارت استعفایش را تایید کرده است. گفته می شود که تا هنوز کاخ ریاست جمهوری استعفای بانو نهان را تایید و یا رد نکرده است. این دومین وزیر کابینه حکومت وحدت ملی است که در دو روز پسین از سمت‌هایشان کنار می‌روند. دیروز صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور از سمتش استعفا کرد و دلیل آن را ایجاد نهادهای موازی و تضعیف نهادهای دولتی دانسته بود که از سوی رئیس جمهور استعفایش پذیرفته شد. رئیس کمیسیون روابط بین المللی مجلس نمایندگان میگوید که تنش‌ها میان وزارت امور خارجه و کاخ ریاست جمهوری از اعتبار جهانی افغانستان کاسته است و برخوردهای سلیقه‌ای کشور را به بحران میبرد.
گزارش از نعمت الله حبیبی. تنش ها میان کاخ ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه کشور در سالهای پسین بارها خبر ساز شد و سرانجام وزیر نهاد از سمتش استعفا کرد. صلاح الدین ربانی سرپرست پیشین وزارت امور خارجه در استعفانامه اش نگاشته است: در این مدت زیر شعار اصلاحات چنان برخوردهای غرض‌آلود صورت گرفت که ترویج کننده و نهاد نساز تبعیض و تعصب در جامعه است و بنیادهای همدلی جامعه ما را آسیب می‌رساند. اکنون تخریب و دور زدن نهادهای دولتی از سوی کسانی که خود ادای دولت سازی دارند غیر قابل اغماز و غیر قابل تحمل است. وزارت خارجه باید به حیث دستگاه دیپلماسی افغانستان پالیسی ها و استراتژی هایی را که ارتباط به مسائل خارجی می گفت اونا وضع می کردن، ولی مداخله های جدی را که دولت در همه وزارت خانه ها و بخصوص وزارت خارجه داشت این امکان و فرصت از وزارت خارجه گرفتن. در همین حال سفیر امریکا در افغانستان در تویتی از کارکردهای صلاح الدین ربانی سرپرست پیشین وزارت امور خارجه ستایش کرده است. خوشحالم از این که صلاح الدین ربانی پلان دارد رسم خانوادگیش را در امر خدمت به افغانستان زنده نگه دارد. اما پیش از این کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گفته بود که اکثر کارمندان و دیپلمات ها در وزارت امور خارجه کشور بر بنیاد روابط، پیوندهای سیاسی و امتیازدهی استخدام می شوند. چیزمونگ وزارت خارجه تیر 15 کاله د دوو قواو ترمنځ په تشنج کې وو، چې یو ارګ ریاست جمهوری وو بل وزیر خارجه وو. دوی دا پام نه کولو چې د وزارت خارجه موثریت د ولس دپاره دی نه د افرادو دپاره. ما ملاحظات جدی را در قسمت چگونگی کارکرد وزارت امور خارجه داشتیم و بعد از نشر گزارش مک ما روی اصلاحات در این نهاد به شدت کار میکنیم. در واپسین روزها تنش ها میان کاخ ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه هنگامی خبرساز شد که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال جاری همدلان محب مشاور شورای امنیت ملی اشتراک کرد و پس از آن وزارت خارجه اعتراض کرد که افغانستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضعیفترین اشتراک را داشته است. و همچنان پسانترها رئیس جمهوری صبغت الله احمدی سخنگوی این نهاد را از بحر اظهاراتش درباره چگونگی استقبال پاکستان از هیئت گفتگو کننده طالبان بر کنار و به دادستانی کل معرفی کرد. منابع میگویند که حکومت افغانستان در نشست مسکو که فردا برگزار می شود اشتراک نمی کند، اما دلیل آن هنوز روشن نیست. با این همه مشاور شورای امنیت ملی در نشست سران جنبش عدم انسلاک گفته است که روند صلح باید به رهبری حکومت افغانستان با پیش برده شود. فردا مسکو میزبان نشست نمایندگان کشورهای چین، روسیه، آمریکا و پاکستان در مورد روند صلح افغانستان است. روندی که منابع در حکومت میگویند حکومت افغانستان در آن اشتراک نمی کند، اما از دلیل اشتراک نکردن آن چیزی نمیگوید. اما دیدگاه ها در مورد این نشست این گونه است: تا زمانی که دولت افغانستان داخل در پروسه صلح نباشه ما فکر میکنم نتیجه کم خواهد داد. در یک سال گذشته این سومین نشست برای یافتن راه حل روند صلح افغانستان است که در غیاب حکومت افغانستان برگزار میشود و این بار هم نظرها نسبت به نشست مسکو این گونه است. باز هم مثل گذشته اگر حرف بین خارجی ها و طالبا باشه به نظر من بازم نه تنها که صلحی به وجود نمیاد، شاید بیشتر از پیش بازم وضعیت افغانستان بدتر و حالت افغانستان وخیمتر شد. از این فرصت باید استفاده از این صورت بگیره، برای صلح باید تلاش کنیم. این مسائل انتخابات و چگونگی نظام در جمله فروعات میه. حرف اصلی است که ملت افغانستان چانس تمثیل حاکمیت ملی خود را داشته باشد. از سوی دیگر مشاور شورای امنیت ملی این روزها در 19 نشست جنبش عدم انسلاک در آذربایجان به سر می برد. په وینا کې د افغانستان د اوسنی وضعیت جګړې او سولې په برخه کې خبري وسوي. د خبرو تمرکز د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د خبرو دوام او پایلو او ترڅنګ غوښتنه وسوه چې طالبانو په تیرو 13 کلونو کې تر 2.5 لک ډیر افغانان شهیدان کړي او باید نور افغان وژنې ته د پای ټکی کیږدي. نشست مسکو در حالی برگزار می شود که در اواخر همین ماه چین نیز میزبان یک نشست میان افغانی خواهد بود.
نشستی که هنوز روشن نیست حکومت افغانستان در آن اشتراک میکند یا نه. یان سولتنبرگ دبیر کل ناتو میگوید که این سازمان به منظور این که گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در افغانستان خلافتش را احیا نکند به حضورش در افغانستان ادامه میدهد. وای میگوید که ناتو به پشتیبانی از نظامیان افغانستان ادامه میدهد تا طالبان ناگزیر به نشستن در میز مذاکرات آماده شوند. احمد شکیب محمدی. نگرانی ها از حضور گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در افغانستان. یانز استولتنبرگ دبیر کل ناتو اینجا در بروکسل پایتخت بلژیم با حضور در میان خبرنگاران میگوید که ناتو به ماموریتش در افغانستان از بهر این که داعش خلافتش را در این کشور احیا نکند ادامه میدهد. ما جنگ خود را بر ضد حراس افغانی جهانی ادامه می دهیم و ما برای مبارزه با آنها در افغانستان هستیم. می خواهیم مطمئن شویم خلافت داعش که در عراق و سوریه شکست خورد در افغانستان احیا نشود. از همین رو ما در افغانستان به حضور خود ادامه می دهیم. آقای استولتنبرگ از تعهد ناتو به منظور حمایت از نظامیان افغانستان نیز سخن میزند. ما به این باور هستیم که بهترین راه زمینه سازی صلح در افغانستان حمایت از نظامیان افغانستان است تا طالبان به این نتیجه برسند که به میز گفتگو نشسته و آماده صلح شوند. تجدید همکاری های ناتو در قبال نیروهای دفاعی و امنیتی افغان تجدید تعهدشان ای بر ما مهم است. قرار است فردا نشست وزیران دفاع ناتو درباره افغانستان در بروکسل برگزار شود، نشستی که در آن درباره تجدید حمایت از نظامیان افغانستان و نیز روند صلح این کشور گفتگو خواهد شد. فرمانده پلیس امن عامه بلخ به خاطر لت و کوب پلیس ترافیک بازداشت شد. این فرمانده که عبدالبصیر نام دارد شام دیروز در کوچه آریانای شهر مزار شریف یک پلیس ترافیک را لت و کوب کرده و سپس وی را با خود برده بود. این گونه رفتار نامناسب با پلیس ترافیک خشم تند باشندگان بلخ را برانگیخته و آنان خواهان پیگیری جدی این مسئله هستند. برخورد نامناسب پلیس بلخ با یک افسر پلیس ترافیک در این نوار دیداری که در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده است، فرمانده پلیس امن عامه یک تن از افسران ترافیک را در کوچه آریانای شهر مزار شریف مورد لت و کوب قرار داده و وی را با خود می‌برد. با این حال، پس از انجام این گونه رفتار نامناسب با افسر پلیس ترافیک، فرمانده پلیس امن عامه این شهر از برخوردش با این ترافیک پشیمان است و از وی پوزش خواهی می‌کند. معذرت می‌خوایم، پس آمدیم دوباره باز ایشان به حساب قش کرد، درک زشت برخورد کردیم، سایز باز معذرت می‌خوایم. شیخ خانم بسی خوب است، اما سگ ماسا. اما باشندگان ولایت بلخ پوزش خواهی این فرمانده را بسنده ندانسته و میگویند این گونه برخورد با یک افسر ترافیک غیر مسلکی بوده و خواهان پیگیری جدی این مسئله هستند. زورگویی خودشان به نحو ترویج زورگویی در شهر میشه که واقعا نگران کننده است و باید چنین اشخاص و افرادی با پنجه قانون سپرده شود، چون هیچ کس از قانون برتری ندارد. ما از وزارت امور داخله خواهان ازی هستیم که همچون افراد و اشخاصی که از قانون سوء استفاده میکنند اینا را با پنجه قانون بسپارند. در همین حال نوار دیگری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود حاکی از رفتار نامناسب پلیس در ریاست پاسپورت با مردم است. وزارت داخله از بررسی این گونه رفتار پلیس با مردم در ریاست پاسپورت خبر می‌دهد. منصوبین پلیسی که امرای مردم افغانستان و یا هم هر کس دیگه خلاف قانون نافذی کشور عمل می‌کنه یا برخورد ناسالم می‌کنه، دو بخش ما اجرات جدی قانون را می داشته باشیم. ما متحد به این هستیم که او عده از حلقات و عناصر مفسده که اونا ناکاره است، او را ما می خواهیم از صفوف مقدس پلیس برچینیم. گفتنیست این نخستین بار نیست که یک افسر ترافیک این گونه لت و کوب می شود. بیش از این نیز با برخوردهای نامناسب از سوی زورمندان روبرو بودند. وقفه کوتاه و دوباره برمی گردیم. و
ادامه خبرها. باشندگان پایتخت در زمستان سال جاری نیز با پرچاوی های چندین ساعته برق روبرو خواهند بود. مسئولان شرکت برشنا میگن که عملی نشدن پروژه انتقال لاین برق 500 کیلوولت ازبکستان به کابل به دلیل ناامنی ها سبب شده تا این نهاد با کمبود برق در سال جاری روبرو شود و به همین دلیل پرچاوی های برق در فصل سرما 5 ساعت در روز و 3 ساعت در شب خواهد بود. کابل شاید نخستین پایتخت جهان باشد که در یک شبانه روز ساعتها بی برق است. این شهر نه تنها در زمستان بل در تابستان و در فصلهای دیگر سال این بی برقی را تجربه می کند. اما امسال پرچاوی های برق نسبت به سالهای دیگر پیش از فرارسیدن فصل سرما آغاز شده بود. مسئولان شرکت برشنا می گویند تکمیل نشدن کار پروژه انتقال لاین 500 کیلوولت ازبکستان به کابل به دلیل ناامنی ها و آسیب رسیدن به تجهیزات برق در زمستان پیش رو نیز سبب پرچاوی های چندین ساعته برق در کابل خواهد شد. پرچاوی امسال هم تابستان هم بود زمستان هم هست می باشه، چون سال آینده لاین 500 کیلوولت به کابل بخیر میرسه و تمام ولایت های شمال جنوب و مشرقی شبکه ملی وصل میشه. ما نمیتونیم که اگر برنامه ریزی را از امیال ولایت های لوگر و پکتیا و خوست هم طرف های قندار چون برق میرسه، اگر آل برنامه ریزی او را برق نتیم به سبستیشن لین جور نکنیم، برق آمد باز او شروع کنیم سر برنامه ریزی، یعنی یک سال دیگه برق میباشه ما متقیم برق توضیح کنم. گفتنی است منبع برق همان 300 مگاوات برق وارداتی 3 سال پیش است و در جریان روز تنها 100 مگاوات برق به باشندگان شهر کابل توزیع می شود و 200 مگاوات برق دیگر از کابل به ولایت های پروان، کاپیسا، پنچیر، ننگرهار، لغمان، میدان وردک، غزنی، لوگر، پکتیا و خوست انتقال می یابد. اما باشندگان کابل از آنچه نبود توزیع عادلانه برق از سوی شرکت برشنا در مناطق گوناگون پایتخت دانسته می شود انتقاد می کنند. پرچاوی برق منظم بسازه و به ترتیب هر کس برق منظم باید برشان آماده کنه، برشان سیستم برق برشان تهیه کنه. برق به عرصه وقت برای مردم خود برای ما بتن و همچنان از شهروندان هم خواهش میکنیم که در قسمت برق توجه کنن، زیاد استفاده نکنن از برق، با بتانیم که برق داشته باشه. افغانستان سالانه نزدیک به 300 میلیون دلار از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران برق خریداری می کند. اما با ارزش بیش از 50 میلیون دلار برق سالانه از سوی زورمندان هزینه می شود و پول آن را نیز آنان نمی پردازند. شماری از شرکت های تولید روغن نباتی از نبود همکاری و راهنمایی حکومت در بخش پروسس و بسته‌بندی معیاری فراورده هایشان انتقاد می کنند. آنان میگویند که فراورده های روغن نباتی که در حال حاضر از سوی شرکت های داخلی پروسس و بسته‌بندی می شود معیاری نبوده و به همین دلیل به گونه غیر مستقیم به نام پاکستان و ایران در بازارهای جهانی به فروش می رسد. مصطفی مالک یکی از شرکت های تولید کننده روغن های نباتی است که سالانه بیش از 30 تن روغن از بادام، زیتون، سیادانه و شرشم تولید می کند. و این فراورده ها را پس از پروسس در بوتل های شیشه ای برای فروش به ولایت های کشور می فرستند. وی با انتقاد از حکومت می گوید در حال حاضر هیچ کارخانه به منظور تضمین از کیفیت فراورده های تولیدی روغن نباتی در بازارهای جهانی وجود ندارد. وقتی جنس ما میره در داخل پاکستان به نام افغان، مردم پاکستان یا تاجرا و قاسمین مردم پاکستان یا امثالش ایران، اینا به نام کمپانی خود جنس گارانتی می سازن و به پکیجینگ خود، به پروسس خود، به بسته‌بندی خود اینا در کشورهای اروپایی صادر می کنند. تا فعلا خو اوقدر که همکاری خاصی نکرده، لیکن در جریان است و ما هم مشکلات ما رو برشان گفتیم که اونام شاید که کدام پروسه را بگیرند مد نظر. اما مسئولان وزارت زراعت می گویند بر بنیاد طرح تازه حکومت به شرکت هایی که در بخش پروسس و بسته‌بندی معیاری فراورده های داخلی ایجاد می شود، حکومت 50-60% کمک های مالی نموده و نیز راهنمایی ها در بخش نوع بسته‌بندی و پروسس انجام می دهد. یک سرمایه گذار می خواهد که 500 هزار سرمایه گذاری بکنه بر اساس طرحی که ما داریم، معیارها و استانداردهایی که پروژه توسعه باغداری ما داره، چی در بخش پروسس باشه و چی در بخش ایجاد باغهای تجارتی باشه، تا 50-60% همکاری مالی و تکنیکی میکنه. تجار ملی یا اتاقهای تجارت اونا با ما یک پیشنهاد بکنه که در این بخش ما استاندارد نداریم، استاندارد ملی را با ما بسازیم، کمیته‌های تکنیکی بخشای استاندارد ما. هرچند اداره ملی نرم و استاندارد یا انسا برای تضمین فراورده های داخلی می باشد، اما بازرگانان کشور از حکومت می خواهند که
باید برای فرآورده های تولیدی افغانستان تضمین خاص وجود داشته باشد و افزون بر آن با شرکت های جهانی قرارداد نمایند تا فرآورده های آنان به گونه مستقیم به بازارهای جهانی صادر شود. وقفه کوتاه. خبرهای جهان. فیصل بن فرهان به حیث وزیر خارجه جدید عربستان سعودی منصوب شد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی شاهزاده فیصل بن فرهان را به این پست گماشته است. شاهزاده فیصل بن فرهان 45 ساله جایگزین ابراهیم الاصاف می شود که کمتر از یک سال در این سمت حضور داشت. شاهزاده فیصل پیش از این به حیث سفیر عربستان در آلمان و پیش از آن مشاور ارشد سفیر عربستان در آمریکا ایفای وظیفه کرده است. روسیه میگوید که بر بنیاد توافق پسین با ترکیه دیروز قطار پلیس نظامی این کشور با عبور از دریای فرات وارد شهر کوبانی در امتداد سرحدات سوریه با ترکیه شده است. وزارت دفاع روسیه در یک آگاهی نامه گفته است که پلیس نظامی این کشور با مقامهای محلی دیدار کرده است تا در مورد عملکرد مشترک به خاطر رسیدن به هدف ماموریتشان گفتگو کنند. این حرکت پس از آن انجام شد که انقره و مسکو در مورد دور نگه داشتن نیروهای کرد و IPG از امتداد سرحدات سوریه و ترکیه به توافق رسیدند. و 39 جسد پیدا شده در کانتینر یک موتر باربری در شرق انگلستان و شهروندان چین بودند. بر بنیاد گزارش ها پلیس هنوز هم کماکان به تحقیقاتش درباره کشف این اشیاء در منطقه اسکاس ادامه می دهد و از راننده این موتر بازجویی کرده است. مورا اینسون راننده 25 ساله این موتر روز چهارشنبه به ظن قتل بازداشت شد. پیش از این مقام های پلیس گفته بودند که این موتر حامل پناهجویان غیر قانونی بوده که از بلغارستان سفر کرده و روز شنبه وارد آن کشور شده است. و رسیدیم به پایان برنامه خبری این ساعت. ممنون از همراهیتان. وقت شما خوش. خدا نگهدار.